بحث و کشش بدی. یه بار دیگه بهت میگم، دیگه هم تکرار نمی کنم، باید از نجمیه جدا شی. من و فریده با هم حرف میزنیم، یعنی اگه اجازه بدی. قصدم جدیه. فریده، میخوای با سلیم ملاقات داشته باشی؟ کامران، من به فکر خونه و زندگیمم آقا، دارم تلاش میکنم تا خونه و خونوادم رو حفظ کنم. کامران چی کار میکنی؟ اینو باید از تو پرسید فریده. الان درونم دقیقا عین اینجاست، واسه همون دارم همه چیز داغون میکنم، وگرنه تو رو ناراحت میکنم. تو اینجا چی کار داری؟ تو با این آدم چی کار داری؟ من اومدم با آقا سلیم حرف بزنم. وقتی من اونجا منتظر تو هم، تو اومدی با آقا سلیم حرف بزنی؟ کامران، مسئله خیلی مهمی بود. همشو شنیدم، میگفتی باید از نجمیه جدا بشه. تو عجب دروغگویی هستی، تو عجب بازیگری بودی فریده. کامران حرفایی نزن که بعدن پشیمون بشی. نپرسیده گوش نداده. بزرگترین پشیمونی من الان تویی، اما فهمیدم تو چه آدم قبیحی هستی. تو نمیتونی منو تحقیر کنی، این حقو نداری. صدا تو ببر. نمیبرم. باید به حرفام گوش بدی. شما خانوادگی عادت دارین بدون اینکه بدونین راجع به آدم حکم صادر کنید، اما من این دفعه ساکت نمیمونم. کامران، من حرفمو میزنم، تو هم باید به حرفم گوش بدی. توجیه نکن، اصلا توجیه نکن. در حالی که من اونجا منتظر تو هم، با این آدم که حتی نمیشه بهش گفت آدم، برای اینکه بیای اینجا و بهش بگی از نامزدش جدا بشه، هیچ توجیهی کافی نیست. کامران برو بیرون فریده. دیگه نمیخوام قیافتو ببینم. برو بیرون. برو. اگه یه سر این قضیه به ناموس و شرف خانوادگیمون بر نمی گشت، همینجا خفت می کردم. دکتر
درست میگی، اما منم حداقل به اندازه تو متعجبم. مثل تو خیلی عصبانیم. تازه این وسط منم که ضربه خوردم. اگه فریده دختر خاله تو نبود، منم میتونستم دستشو بگیرم و از اینجا بندازمش بیرون. اما میبینی که به خاطر تو، به خاطر نجمیه این کارو نکردم. من قبلا اصلا فریده رو اینطوری ندیده بودم. عقلشو از دست داده بود، گیر داده بود باید از نجمیه جدا بشی. قسم میخورم. بین من و اون کوچکترین رابطه ای نمیتونه باشه. هیچ وقت هم نبوده. بعد از این که تو گفتی اجازه نمیدی همو ببینیم، من حتی یه بارم تو روی فریده نگاه نکردم. اما اون چندین بار مزاحمم شده. منم فکر نمیکردم کار به اینجا برسه. نمیدونم دکتر، دکتر، چشم من به جز نجمیه کسی رو نمیبینه. اون ناموس منه، حلال منه. بعد از این که اینو به فریده گفتم دیوونه تر شد. گفت شما رو جدا میکنم. گفت بهتون افترا میزنم، هرچی هم به کامران بگم باور میکنه. چون میدونه من روی اون گیاهان شفا بخش کار میکنم. گفت میگم که سعی کردی منو مسموم کنی. گویا میخواسته به شما بگه که داره نجمیه رو از من حفاظت میکنه. حالا چی میخواد منو نجمیه رو از دست فریده محافظت کنه؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم. دیگه سر رام نگاه سلیم، هرچه زودتر عقد کن، زنتو بردار برو. دیگه نمیخوام چشمم نه نجمیه رو ببینه و نه تو رو. دیگه هر دوتون برای من مردین. شاید هر ستاتون. میشه بری بیرون؟ میخوام به مریضان برسم. به حد کافی با تو وقت تلف کردم. منم یه مریضم کامران. شغلت ایجاب میکنه، باید به دردام گوش بدی. سرفه کنم؟ سرفه کن. چطوره؟ ریه هم خیلی سالمن مگه نه؟ اما چند ماه پیش فکر میکردم دارم از مریضی میمیرم کامران. میدونی چرا؟ چون آقا سلیم باعث شده بود اینو باور کنم. چطور؟ پس سلیم میخواسته تو رو مسموم کنه. برای گفتن این دروغ دیر کردی فریده. سلیم زودتر به هم هشدار داد. تو اونم اینطوری تهدید کردی. بهش گفتی که به همه میگی تو رو مسموم کرده. کامران، تو چند سالته ها؟ حد زده که من میخوام اینو بهت بگم، احتیاط به خرج داده. نمیتونی ببینی؟
نمیخوای بفهمی؟ حس نمیکنی که دروغت زیادی تناقض داره فریده؟ من هیچی رو فراموش نکردم. وقتی بابام مریض بود، شما به فکر خودتون بودین. وقتی بابای من با مرگ شلنجار میرفت، شما سر چای لیمو با هم لاس میزدین. اصلا همچین کاری نکردم. نکردی فریده؟ سر این برای ملاقات با تو از من اجازه نگرفت؟ من از تو نپرسیدم؟ تو به من نگفتی بله؟ حافظتو از دست دادی؟ این اتفاقا نیفتاد؟ یا وقتی رفته بودیم گلخونه چی؟ تو نگفتی نمیدونستم آقا سلیم همچین کارایی با ارزشی انجام میده؟ بله گفتم، چون باور کرده بودم که میتونه منو مداوا کنه. من هیچ وقت برای مداوای یه دختر به باباش و داداشش نمیگم که من دارم با دختر شما حرف میزنم، و حتی اگه اجازه بدین میخوام به صحبت کردن باهاش ادامه بدم. اما من خواستم که مداوا رو مخفی نگه داره. چرا؟ تو جزو مقامات دولتی هستی؟ چرا؟ اگه تو مریض بشی مردم شورش میکنن؟ نخواستم تو دلت برام بسوزه. ای داد، عجب غروری. همین چکافک به دوستاش دروغ گفته بود که من عشقشم، و برای اینکه اون دروغ رو ادامه بده منو تهدید کرده بود. خب کجاست اون غرورت؟ کو؟ حق داری. پس من دیگه بیشتر از این غرور نداشتم و زیر پام له نکنم. امیدوارم تو زندگیت موفق باشی کامران. خداحافظ. باید منو متقاعد کنی فریده. اینطوری نمیشه بذاری بدی. منو متقاعد کن. مجبور نیستم متقاعدت کنم. هستی. وقتی بدون اطلاع من این همه کارای مخفی انجام شده و من نمیدونم حرف کیو باور کنم، باید منو متقاعد کنی. متاسفم، کاری از من بر نمیاد. قضیه یه شکلاتای مسموم و ماری گفته بود مگه نه؟ بله، به نجمیم گفته بود. پس میریم و با نجمیه روبرو میشیم. اما اون حرفای منو تایید نمی کنه. پس میریم پیش ماری. فکر نمی کنم نخوای با ماری ملاقات کنی. ماری. دکتر به دادم ایف. دکتر از پشت بوم افتاده. تو مدرسه هست. بفرما برو، خودت باهاش روبرو شو. با هم میریم. به هیچ وجه. من هرگز تو همچین قباحتی همراهیت نمی کنم. فریده، اگه به من راست میگی، دوتامون با هم سر بلند میریم مدرسه. باشه، باهات میام. اما کامران، بعد از تموم شدن این مسئله، بعد از اینکه معلوم شد حق با منه، خودم ازت محروم میکنم. اینو فراموش نکن. دکتر، دستم به دامن دکتر. بفرمایید. بیرون منتظرم باش. اگه اجازه بدین میخوام نجمیه رو ببرم پیش خیاط. البته که میشه، بایدم برین. گل نصاب نجمی هم خبر بده آزرشو بره. اینجام، شنیدم مامان. لباس بپوشم برمیگردم. فقط یکم عجله کن. چه عجله ایه؟ مگه خیاط فرار میکنه؟ این چه حرفیه؟ من گفتم شما زیاد اینجا منتظر نمونین. یکی از خدمتکاران باهاتون میاد. اگه ممکنه خودمون دوتایی بریم. البته اگه ممکنه. اصلا نمیشه. گل نسا حاضر شد، تو هم باشون میری. اوکی. فکر میکردم منتظر نمیشه و میری. اینقدر که هیجان دارم بعد از حرفای ماری قیافه شما رو ببینم آقای دکتر، صبر کردم. وقتی معلوم شه حرفای من درست بوده خجالت میکشی؟ اما این اصلا برای من کافی نیست. واقعا شرم‌آوره. تو میمونی و دل شکستن من. منم با ناراحتی. خیلی میخوام باورت کنم فریده، حتی به باور کردنت نیاز دارم. اما از یه طرف
از یه طرف چی؟ نجمیه مگه نه؟ وضعیت نجمیه رو میگی؟ نه کامران، من این بار دیگه کوتاه نمیام. خودمو گول نمیزنم که بگم به خاطر وضع نجمیه اینجوری میکنن و تازه منم خیلی دوست دارن. من این دفعه به شما حق نمیدم، پس شما هم علکی از الان بهونه نیار. آقا کامران، باید بیایید حوزه. ضروریه؟ ضروریه، جناب قاضی شخصا میخوام با شما ملاقات کنن. بفرمایید. چرا شیشه ایشونو شکوندی؟ با شمام خانم. این خانمو میشناسی؟ نمیشناسم آقا. اینا بلبلایی هن که شاتوت خوردن. میدونی چرا آقا سیف الدین؟ چون یه ایرادات و موانعی دارن، اما به امید خدا اونم حل میکنیم. تو هم به عنوان شاهد بردن کلانتری مگه نه؟ من با خواست خودم رفتم آقا. خانمو میشناسم، همسایه‌مونه. همسایه خوبی انتخاب نکردی. چطور آقا؟ متوجه نشدم. اینطور که من فهمیدم تو مزرعه ابراهام پاشا توی کلبه چوبی مخفی شدن. منو تهدید کرد، گفت اگه جایی که کامران مخفی شده رو لو ندی تو رو مسخره عالم میکنم، یه کاری میکنم در و پنجرتو بشکنن. خب منم ترسیدم. چرا خودت نیومدی بگی و این زنو فرستادی؟ دروغ میگی آقا، از همین حرفشم دروغ گفتنش معلومه. هرگه میدونستم خودم میومدم میگفتم، تازه جایزم داشت. البته اگه حساب دیگه ای نداشته باشی. چه حسابی آقا؟ من یه کاسبم که سرم به کار خودم گرمه، به من افترا میزنن. تو خانوادت، پسرت، با این آدم خصومت خاصی که نداری؟ داریم آقا. از خیلی وقت پیشا یه خصومتی بینمون هست. این آدم ها میشناسی؟ واصف افراهیم زاده. نمیشناسم. اما اینا از خونه تا پیدا شدن. این آدم ها دستگیر کنین و ببرینش. خودش و اماناتش رو ببرین یدیکوله. من کاری نکردم، میگنم. من از این زن شاکیم، قصد جونم و مالم رو داشت، حالا افترا میزنه. من کاری نکردم، من کاری نکردم. خانومم ببرین خونش. نتونستی بفهمی چی شده نه؟ آقا سیف الدین، امروز پسرت از یه افترای خیلی بزرگ نجات پیدا کرد. گفتم خونه و مغازه این آدم رو بگردین و نتیجهش معلوم شد. باید صدقه بدین. نریمان؟ همینمون کم بود، پاشیم بیایم زیارت چکاوک خانم. چرا من آوردی اینجا؟
هرچی که تو به دوست ماری گفته بودی اونم به فریده گفته، فریدم به کامران. باید خودت درستش کنی، البته اگه دیر نکرده باشیم. یالا بیا پایین، اگه داداشت هم دیدی یه بهانه جور کن و برگرد بیا منتظرتم باشه. یالا تو با اونا نرفتی؟ اینجا چی کار میکنی؟ خب منو با خودشون نبردن. یعنی چی تو رو نبردن؟ والا من رفتم مانتومو بردارم، تا رفتم بیرون کالسکی را افتاده بود، از پشت سرم هر چی صداشون زدم نشنیدن. بعدشم چیزی به شما نگفتم که عصبانی نشه. چی ربطی داره جونم؟ تو چطوری اون دوتا رو ول میکنی؟ مگه اینا نرفتن بازار؟ اگه بابا و داداشش ببیننشون چی؟ بعدش میبینیش هیاهویی را میفته. ایشالله که اونا رو نمیبینن. مگه نگفتن میریم پیش خیاط؟ خب همه خیاطی ها همسایه مغازه ایمان. ای خدا، این دختر از قصد این کارا رو میکنه. به خدا عمدن این کارا رو میکنه. از مادری من خوشش نیومده، داره عقده هاشو خالی میکنه. میخواد من به خاطر اون با ملت دعوا کنم و از اون حمایت کنم. اینطوری من مادر خوبی میشم نه؟ بعد از اون همه ناحقی که به فریده کردم. بیچاره خیلی حسابش خورده. خلاصه که اینو بگم، نور چشمم صدقه سر تو، دعا گود زیاد بوده، خدا تو رو با اونا بخشید. باورم نمیشه نریمون چه رابطه ای میتونه با اون آدم داشته باشه. چه داد و ستدی؟ چه منظوری؟ اونشون نمیدونم، مهم نجات پیدا کردن تو و رو شدن دست ندیمونه. شکر کن اگه اونو نمیشناختی، اگه روی واقعشو نمیدیدی چی؟ مثل احمقا زندگی میکردم دیگه بابا. خیلی عجیبه. انگار همه اون کسایی که برام مهم منو دوستشون دارن با هم قرار گذاشتن جمعشن تا به کامران از پشت خنجر بزنن. مرتی که یه بی شرف پسرم. کامران پسرت تو کی هستی؟ دنبال چی؟ مرتی که اون آدم چه گناهی داشت؟ زن و بچه داره، درد تو با ما تموم نشد بی شرف. ببخشید به بدینش عوضی بسه کافیه، به بدینش. اون به مجازاتش رسید، حالا بازم عذاب میکشه. این کار رو نکن فریده. فریده من دارم غرق میشم. همه یه کسایی که باورشون داشتم یکی یکی مثل یه یخ دارن از بین میرن. نجمی، نریمان، سلیم، فقط تو موندی. لطفاً تو رو راز باش. من همیشه از ته دلم با تو رو راز بودم. اصلا نباید قبول کنی ماری، هرچی فریده بگه باید تکذیب کنی. میگی من همچین حرفی نزدم. نمیتونم. باید بتونی. من به تو نگفتم به کسی نگو؟ چرا میگی و آرامش و خوشبختی منو خراب میکنی ها؟ چرا دهن لقی میکنی دختر؟ چون به اون آدم اعتماد ندارم، اون بهت آسیب میزنه. این تخیل توه، اون منو دوست داره، خوشبختم میکنه. احمد، نمیبینی واسه نزدیک شدن به فریده داره از تو سوء استفاده میکنه؟ ممکنه، اما ماری مهم اینه که من چی میخوام نه اون. باشه، پس از این به بعد تنهایی. همیشه همینطوری بوده.
اما الان سلیم هست. اگه بخواین اونو ازم بگیرین قسم میخورم که خودم اون میکشم. مسئولیتش هم میفته پای تو. خیلی خوب نجمیه، از طرف من به اون دنیا سلام برسون. اصلاً به من مربوط نیست. میخوای بمیری بمیر، خدا خودش میدونه من بیگناهم. تو هم مثل یه خرس احمق میفتی میمیری. ماری لطفاً به من لطفاً نگو، انگار داره یه لیوان آب ازم میخواد. ببین نجمیه، اینو بکن تو مغزت. به خاطر حرصای تو من به فریده افترا نمیزنم. نجمیه چرا با من این کارو میکنی؟ چرا با خودت این کارو میکنی؟ ببین شکاوک گناه نداره؟ من چی گناه ندارم؟ امروز واسه من گوجه سبز خریدی؟ اینو از کجا داره بردی فریده؟ تو بیمارستان دیدم جلوی در. نمیخوام بهت دروغ بگم، برای همین نپرس فرید. راست گفتنم یه انتخابه کامران. اول ببینم تو راست میگی یا نه. بله میبینیم. وقتی ببینی چی کار میخوای بکنی ها؟ میخوای برام جایزه زردالو با روبان قرمز بخری؟ خدا رو شکر میکنم که این قیافه شرور تو از دست ندادم. فقط همین؟ دیگه چی میخوای فریده؟ میخوای چیه تو بشم؟ من منظورم اون نبود. تو حوزه که بهت گفتم. بگذاری فریده؟ تو با چه جرأتی بی اجازه از مدرسه من خارج میشی؟ یه مسئله خانوادگی بود مادمازل، من با امال ولیش بردمش. اگه بخواین میتونم برگه مرخص بیارم. سریع برو تو اتاقم. اول یه کار مهم داریم که باید حلش کنیم، بعد از اون طلبتون در اختیار شماست. آقای محترم این حرفا یعنی چی؟ شما فکر میکنین تو مدرسه من هر جور بخواین میتونین رفتار کنین؟ این چه حرفیه؟ فقط میخوام با همکلاسی فریده ماری ملاقات کنم. فوقا از اینجا برید. متاسفانه نمیتونم مادمازل، چون اگه مسئله مهم نبود انقدر اصرار نمیکردم. خواهر من به خاطر رفتار ایشون از شما معذرت میخوام، اما واقعا موضوع خیلی مهمیه. لطفا اجازه بدید. باشه، به مستخدم بگو که ماری رو صدا کنه. و اما شما دیگه هیچ وقت پاتون رو تو مدرسه من نذارین.
دکور. چی شد حرف زدی؟ قبول کرد؟ چکوکو تکذیب میکنه؟ نه، چیزی نگفت. اما نگران نباش، ماری دلش نمیاد. یعنی چی؟ چی نگفت؟ نظرم نداد، آره یا نه؟ نمیدونم چی بگم. اینا همش غلطای توی نجمیه. اگه بلد بودی جلوی زبونتو بگیری، حالا اگه دختر لومون بده چی میشه؟ چی میشه ها؟ تو برگرد خونه. سلیم، فردا هم دیگه رو ببینیم، باشه؟ که چی بشه ها؟ میگردی چای لیمو میخوریم ها؟ نجمیه، به نظرم تو خیلی عقلت ناقصه. ممکنه با این انگشتر محدودم کرده باشی، اما من سلیمی که تو فکر میکنی نیستم. خوشگلم، تو آدرسی که دنبالشی هم نیستم. من جمعه برم بر نمیگردم، باشه؟ باشه، اما کنجکاو نیستی بدونی ماری چی میخواد بگه؟ از کجا میخوای بفهمی؟ خب معلومه من باید بهت بگم. فردا قرارمون تو چای خونه عزیزم. بونجور میسیو، منو صدا کردی؟ ماری. آه فریده، تو هم اینجایی؟ آره، ببین میخوام هرچی که درباره آقا سلیم به من گفتی همه رو به آقا کامرانم بگی. چی رو؟ متوجه نشدم. چیزی که نجمیه به تو گفته بود و اون شکلاتای مسموم آقا سلیمو. خب خواهر، من واقعا چیزی نفهمیدم. چه آقا سلیمی؟ چه شکلات مسمومی؟ ماری، امروز صبح به هم گفتی، همون که نجمیه بهت گفته بوده، اینکه آقا سلیم میخواسته منو مسموم کنه. آقا سلیم میخواسته تو رو مسموم کنه خواهر؟ کی؟ صبر کن ببینم، اینو من به تو گفتم؟ فریده، من واقعا نمیفهمم چی داری میگی. باشه ماری، ازت ممنونم. کجا موندی دختر؟ گلنسا اومدن؟ اون کجاست؟ نامزدت؟ تو رو تنها فرستاد خوناره؟ نه، تا جلوی در رسوند. که ما نبینیمش؟ خب چی کار کنه؟ نه اینکه آدم حسابش میکنی؟ اگه میخواد آدم حساب شه باید مثل آدم رفتار کنه. مگه من نگفتم دوتایی نمیرین؟ گلنسا هم با تو میاد.
خب مگه چیه؟ میخواستیم با هم حرف بزنیم. شوهرت نیست، خانوادت هم نیست، چه حرفی داری بزنی؟ میخواستی چی باشه مامان؟ درباره عروسیمون و مراسم و خونه و اینا حرف زدیم، نه اینکه شما راه و رسم و نشونمون میدین، ما هم داریم سعی میکنیم خودمون حلش کنیم. شما پرسیدین و ما جواب ندادیم؟ شما تو روی ما نگام نمیکنین، اون وقت میخواین جوابمون رو بدین؟ انگار همه چیز حل شده و منم حالم خوب شده. آره فقط از یه چکاوک مونده بود که اونم گرفتیم مامان جون. دل فریده رو شکوندم و از این حرفا. دل اونی که جلوی چشمته تیکه پاره است مامان جون، اما خبر نداری. خب کار خیاطو چی کار کردیم؟ پیش کی رفتیم؟ اون خیاط کورا، پیش اون رفتیم. درست جاییه که مناسب خودشه، اون سردسته کلاه بردراست. خب چه میدونستم؟ اشکال نداره، من امروز میرم سفارشاتونو پس میگیرم، بعدش هم میریم پیش خیاط خودمونو حلش میکنیم. نه نه لزومی نداره دیگه، الان دخالت نکن. از رفقای سلیمه نمیخوام سلیم ناراحت بشه، من میرم تو اتاقم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بیا نور چشمم. بیا. بابا بلند نشو، راحت باش. خواهش بشین. بابا من اینجا میشینم دیگه. بیا خواهش بشین. میکنم بابا جان، شما بفرمایید. وایسا نشین. بیا. الان همه چیز کامله، کامله کامل. آه نور چشمم، شوک کردن فقط به نماز و دعا نیست، در آغوش گرفتن کسی که آدم دوستش داره نوعی شکر کردنه و نوعی تشکر برای بودنش از خداست. اگه اونطوری باشم ندیدنش ناشکریه. توبه. آها، اگه منظورت نریمان خانومه، کارت حتی ثوابم داره. بشه. خلاصه که میشل جون، من یه دروغگوام، افترازنم. آه اگه اشتباه نکرده باشم به اون سلیم سیب زمینی هم چشم دارم، دارم سعی میکنم از نامزدش جداش کنم. اینطوری دارم بینشون تخم نفاق میپاشم. وای وای بر من، عجب عجوبه ایم. یعنی من تا الان خودم رو نشناختم، یادم نمیاد که اینقدر از خودم چندشم شده باشه. میشل، کامران اینا رو باور کرده، دمش گرم، واقعا دمش گرم. منو ول کرد، چسبید به اونا. مطمئنم واسه اونم آسون نبوده. بعدشم اگه تو هم بودی باور نمی کردم. میشه من همه کاراشو، گفته هاشو، نگفته هاشو، همه و همه رو چشم بسته باور می کردم. دنیا اونقدی هم که تو فکر میکنی جای رومانتیکی نیست، مخصوصا مردا که اصلا. کاش فقط تو دنیا رومانتیک وجود نداشت، زندگی هم نبود. دیدیم دیگه. الان کدومشونو میگی، دنیا رو یا آقا کامرانو؟ کامرانو. میدونی چیه، امروز کم مونده بود عاشقم بشه. برام گوجه سبز خریدی. اون از اولش هم تو رو دوست داشت. میدونم دوستم داری. اما من نمیخوام اونطوری دوستم داشته باشه. دوست داشتن اون فقط دلسوزی کردن به یه دختر یتیم و تنهاست. چیزی که من میخوام این نیست. بگذاریم، اصلا مهم نیست. فرض کنیم رمان همینجوری تو شیرین ترین جاش تموم شد.